چطورید بچه ها؟ اسم من APD و خوش اومدید به یه قسمت دیگه از سری میستی. همونطور که میدونید توی دنیا پر از کتابای نفرین شده و خطرناک، ولی توی این قسمت ما سراغ اونا نمیریم، میریم سراغ کتاب و نامه‌ای که توسط خود شیطان نوشته شده. اولی رو میریم توی تابستون سال 1676 که یه سری از راهبه‌ها توی ایتالیا دور هم جمع شده بودن که طبق مراسم هر شبشون و هر روزشون دور هم دعا بخونن. متوجه میشن یکیشون نیست، به اسم خواهر مریا. همه سالونا راهروها دنبالش میگردن و پیداش نمیکنن. میرن توی اتاقش که آخرین جایی بود که ممکن بود اونجا باشه. وقتی میرسن پشت در اتاقش، ترس تمام وجودشون رو میگیره و کلی هم صدای جیغ از داخل میومد. بعد از باز کردن اون در با چیزی مواجه میشن که تا 300 سال بعد به عنوان ترسناکترین اتفاق اون منطقه شناخته شده. خواهر مریا توی سن 15 سالگی به کلیسا ملحق میشه و شروع میکنه به یادگیری زبانهای لاتین و عربی و یونانی. این ماجرا هم توی ایتالیا اتفاق میفته، جایی که خیلی معروفه به کلیساهاش و مذهب و دین و این داستانا. خواهر مریا همیشه توی محراب وقتی جمع میشدن دعا بخونن جیغ میزد و غش میکرد. حالا اینکه چرا چی کسی نمیدونست. بقیه راهبا ازش میترسیدن چون فکر میکردن داره برای شیطان کار میکنه. یه روز تصمیم میگیره بره برای اعتراف. اعتراف مثلا دیدید که توی فیلم هم دیدید، میرن توی اتاقکی میشینن، این ورش هم یه پدر روحانی میشینه، بینشون هم یه دیواره که همدیگر نمیتونن ببینن و اونجا هرچی دل تنگشون میخواد تعریف میکنن. خودشون بر این باورن که با این کار اعتقادشون قوی تر میشه. خلاصه میره اونجا اعتراف میکنه به امید اینکه این اتفاقاتی که داره اخیر براش میفته کمتر بشه یا دیگه اصلا اتفاق نیفته. وسطای صحبتش با پدر روحانی بود که یهو اصلا لحن صحبتش عوض میشه و شروع میکنه به بی‌احترامی، جوری که انگار خودش نبود که داره اینا رو میگه. چند روز میگذره و اون شب قبل از این که این اتفاق بیفته، خواهر مریا میره تو اتاقش میشینه و برای خودش دعا میکنه. بعد متوجه میشه یه سری از کلماتو نمیتونه بگه و به جاش داره از کلماتی استفاده میکنه که اصلا خودش هم نمیدونه معنیش چیه. بدون اینکه خودش روی بدنش کنترلی داشته باشه، میره قلم برمیداره و کاغذ رو شروع میکنه به نوشتن. البته نوشتن که نشروع میکنه به کشیدن اشکالی که از نظر ما هیچ مفهومی ندارن. همونطوری تا نصف شب به نوشتن و کشیدن ادامه میده و فردا صبح وقتی پیداش میکنن اصلا حالش خوب نبود و به زور نفس میکشید. نصف صورتش هم جوهری شده بود. دور تا دورش هم پر بود از برگه هایی از اون اشکال که هیچ معنی برای ما نداشتن. خواهر روحانی درازش میکنه رو زمین و ازش میپرسه که چه اتفاقی افتاده. اونم براش تعریف میکنه. اون مادر روحانی که اونجا بود با شنیدن این داستان به شدت شوکه میشه و این ماجرا رو توی بخش تسخیر شده ها میذاره. بخش تسخیر شده ها یک کتابخونه کوچیکی بود که اونجا درباره افرادی که تا حالا تسخیر شدن و اینکه داستانشون چجوری بود چی شده اونجا نگهداری میکردن. خواهر مریا تعریف میکنه و میگه اون شب که داشت دعا میخون دید دور تا دورش رو شیاطین گرفتن و لوسیفر هم اونجاست. اگرم لوسیفر رو نمیشناسید اسم شیطانه، اگر درباره اونم میخواید ویدیو بسازم حتما بگید. لوسیفر دستشو میگیره و شروع میکنه به نوشتن و کشیدن این اشکال. حالا ما میگیم اشکال چون ما که نمیدونیم اینا چه به چه معنیه، حروفی نیستن، به هیچ زبانی نیست. پایین آخرین برگه به عنوان امضا لوسیفر نوشته بود آلاس. حالا به چه معنیه ما نمیدونیم. راهبا اینو نامه میدونستن از طرف شیطان که خواهر مریا رو از خدا دور کنه. تا بالاخره سال 2017 که یه سری از محققین دور هم جمع شدن و با کمک گرفتن از الگوریتم دارک وب تونستن اینو ترجمهش کنند. اگرم به دارک وب علاقه دارید بهتر نداشته باشید، ولی حالا جدای علاقتون یه ویدیو هم دربارش دارم، حتما ببینید، ترسناک‌ترین ویدیوهای دارک وب. توی یکی از خطای نامه نوشته بود خدا میتونه اونایی که مردن رو رهایی ببخشه، ولی همچین چیزی امکان نداره. یه سری چیزای دیگه هم نوشته شده بود که اونا رو هم ترجمه کردن، ولی خب من نگم بهتره، متوجهید که. حالا جدا اینا یه بخش عجیبم داشت که اصلا ربطی به مسیحیت نداشت. درباره رودخونه‌ای بود که دنیای زنده ها رو از مرده ها جدا میکنه. این توی اساطیر یونانی هم اومده. یه قسمت هم من بهش اشاره کردم توی ویدیوی آنوبیس. آنوبیس اگه نیست حتما ببینید. توی اونجا من درباره این رودخونه و کسی که این قایق رو داره کنترل میکنه یه تیکه اشاره بهش کردم که اگرم خوشتون میاد یه ویدیو جدام کلا درباره اون بسازم. خلاصه بعد از اینکه این خواهر مریا حالش خوب میشه و برمیگرده، دیگه اینکه چه اتفاقی بعدن براش افتاد و سرنوشتش چی شد، به راه راست هدایت شد یا به راه کج، اینا رو ما نمیدونیم، هیچ جا نوشته نشده. این داستان خواهر مریا هم یکی از معروف ترین اتفاقات تاریخی مذهبی ایتالیاست. ببین بخش دوم، اولی نامه بود، این دومی درباره کتاب شیطانه. میریم توی قرن 13، اونجا یه راهب بود به اسم هرمن. یه گناه خیلی بدی انجام میده، حالا بهش اشاره نشده چی،
ولی باعث میشه که اینو نه تنها از کلیسا اخراجش کنن، بلکه حتی حکم مرگش هم بدن. دورش یه دیوار میخواستن بکشن و بذارنش در گشنگی همون تو بمیره. قبل از اینکه آخرین آجر رو بذارن که قشنگ مهرمون بشه اون تو بمونه، هرمن آخرین تیرشو میزنه و میگه آقا شما به من یه کاری بگید من اونو انجام بدم که اگه میشه منو ببخشید. اونا حتی برای مسخره کردنش هم که شده ازش یه کاری خواستن که اصلا امکان پذیر نبود. بهش گفتن تو یه شب فرصت داری که کتابی بنویسی که کل دانش هستی توش نوشته شده باشه، اونم تازه تو همون جایی که زندانیش کرده بودن، تو همون چهار دیواری که بود. هرمن هم به امید این که حتی شده یه شب بیشتر زنده بمونه درخواستشون رو قبول میکنه، یه قلم خودکار بهش میدن و اینم بدون هیچ توقفی شروع میکنه به نوشتن و تا میرسه به نصف شب میبینه اصلا چیزی دیگه به ذهنش نمیاد بخواد بنویسه. هم خودش هم اونا میدونستن این کار اصلا امکان پذیر نیست. تنها امیدش یه چیز بود، روحش. اون شب اون راهب روحش رو در ازای یه کتاب کامل به شیطان میفروشه. فردا صبحش هم این کتاب کامل تحویل پدر روحانی میده. توی این کتاب یه صفحه کامل از ظاهر شیطان هست که به شدت با جزئیات و رنگی کشیده شده. حتی تا همین الان محققان نمیدونن این کتاب چجوری نوشته شده. اسم دیگرش هم کودکس گیگاسه. بهش کتاب قولپیکر هم میگن چون خیلی بزرگه. 92 سانت ارتفاعش و 50 سانت هم عرضش، 22 سانت هم قطرشه. کتاب پرمحتوایی. وزن این کتاب بنزی انسان بالغ و برای جابجاییش دو نفر لازمه. برگه های توی این کتاب جنسشون از پوست و جلش هم چرمه که با آهن محکم کاری شده. حساب کردن دیدن برای ساخت یه همچین کتابی حداقل 160 حیوان اندازه متوسط به بالا باید کشته بشه تا به انقدر پوست باشه که ما بتونیم یه همچین کتابی بنویسیم. محتوای این کتاب هم شامل کل انجیل میشه و دانش دنیا توی اون زمان. در کنارش جادوگری و جنگیری و تقویم هم داره. 10 برگه از این کتاب کنده شده از جاش. این که چی توش نوشته شده بوده و کار کی بوده و چرا کندتش معلوم نیست. عجیب ترین قسمت این کتاب هم عکس تمام صفحه یکی از شیطان کشیده شده توی صفحه 290. این موجود به صورت رنگی و با جزئیات بالایی کشیده شده و ناخونه دراز و شاخهای قرمز و 2 زبون داره. این کتاب با جزئیات به شدت بالایی ساخته شده، جوری که شما حتی توی کادر دور صفحه هم نقاشی خیلی با جزئیات و قشنگی میتونید ببینید. تمام محتوای این کتاب جوری نوشته شده که قشنگ میتونیم با اطمینان بگیم کار یک نفره که یه ذره با عجله نوشتتش. حساب کردن دیدن یه همچین کتابی رو کسی بخواد بنویسه، حالا تو اون زمان اونم با اون تجهیزات کمی که اونا داشتن، 5 سال طول میکشه، اونم به صورت 24 ساعته بدون توقف. تازه این 5 سال به صورت 24 ساعت که گفتم فقط برای نوشتن متنشه. بجز اون نقاشی‌ها و اون کادر دورش هم که داخل همه‌شون نقاشی است، گفتن اونا رو هم بخوان بکشن با متنش بین 25 تا 30 سال 24 ساعت زمان میبره. تازه محققین گفتن اگر کاری یه انسان باشه که 25 تا 30 سال بخواد یه همچین کتابی بنویسه، اولش با آخرش فرق میکنه، چون دستخطش عوض میشه، چشش ضعیف میشه، نظرش اصلا عوض میشه. ولی این صفحه اولش و آخرش کلا عین همه. توی صفحه مقابلش هم یه سری برج و تاور و اینا کشیده شده بود که میگن این به معنی بهشته که در مقابل جهنم و شیطان قرار داره، به معنی خوب و بد. حالا میرسیم به اون قسمت که گفتم این کتاب نفرین شده هم هست. اون میره برای بخش دوم که اگر شما از این بخش خوشتون اومد و دوست داشتید که درباره بخش دومش هم بدونید که چه اتفاقی برای کسایی که این کتابو داشتن افتاد و نفرینش چیه، توی کامنت ها بگید که من بخش دوم این داستانم بسازم. خیلی خوب بچه‌ها، دمتون گرم که تا اینجا ویدیو همراه هم بودید. اگه خوشتون اومد لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. اگرم شیر هم که کردید دیگه دمتون گرم. اگرم سوالی دارید توی کامنت ها بنویسید، حتما جواب میدم. تا ویدیوی بعدی هر کتابی رو باز نکنید.